بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز سلام به شما. با یکی دیگر از برنامه های سکوی اول از شبکه تلویزیونی نگاه خوش آمدین و میزبانتان در این برنامه من زهره اختری قرار دارم. اما این هفته با موضوع مسابقات لیگ کاراته غرب آسیا در خدمت شما قرار داریم. پیش از او یک میان برنامه آماده نشر است که با هم میبینیم و میشنویم. دوباره به ادامه برنامه برمیگرده. خب بیننده های عزیز به ادامه برنامه سکوی اول خوش آمدین. اما در رابطه با مسابقات کاراته غرب آسیا، افغانستان هم تانسته که در این مسابقات اشتراک کنه و با کسب 7 مدال و کارش در مسابقات قهرمانی کاراته غرب آسیا پایان بده. در این رابطه یک مسابقه آماده نشر است که با هم میبینیم. دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم. دو شرکت کننده در تاتمی حضور دارن. داور وسط اکبر خیری پور هست. داوران خب مسابقه آغاز میشه. فرهاد احمدی از افغانستان با باند قرمز و رفعت شیخ علی از سوریه رو شما با باند سفید یعنی باند آبی ملاحظه می‌فرمایید. دو ضربه توام که اصابتی آنچنان نداره. می‌رفت که یک آشیباره از پای حریف بگیره، حریف فرهاد احمدی از افغانستان که به او اجازه کار نمیده. اولین امتیاز برای حریف سوری شیخ علی خیلی پور در نظر می‌گیره که برای او ثبت میشه. حریف افغانی که با باند قرمز مشخص هست در بازوی سمت دست راست بازوبند مشکی رو شما ملاحظه می کنید. این به این علت هست که همدردی خودش رو با مردم سلزده پاکستان به این شکل همدردی خودش رو اعلام کرد. عراق، سوریه، قطر و افغانستان که در این دور از مسابقات شرکت کردند با توجه به عدم حضور تیم ایران، میدان برای اونها واقعا جایی باز شده و اونها میتونن خودشون رو بهتر نشون بدن و دیگه تیمی مانند تیم ایران سر راه اونها قرار نگرفت. خب حرکت آهسته رو ملاحظه میکنید. یک ضربه خطا روی صورت او زده میشه. داور وسط هم بررسی خودش رو انجام میده. توری ماسن اعلام میشه و مجددن هاجیمه و ادامه کار. دنبال فرصت هست. فرهاد احمدی یه جادانگری عالی میزنه. آفرین، عالی میزنه و با کنترل خوب و 100% ضربه او رو باید سامان بدن که این کار انجام میشه. 5-3 میشه. باز هم تکرار میکنه با ضربه پای چپ از همون ناحیه مجددن. این بی تجربگیه حریف افغانی هست که این چنین حریف سوری دو بار از یک ناحیه او رو ضربه میزنه و 6 امتیاز در کمتر از 15 ثانیه میتونه از او بگیره.